آن در تابوت گذاردند. ای وای، ای وای، و در گور بر او بسیار اش ریختند. خدا حافظ کبوتر من. آه، اگر تو زیرکانه به دنبال انتقام بودی باز هم بی اثر می بود. این هم یک شاخه گل. به نظرم اومد بازیگری خیلی جالبه، فرصتیه برای اینکه آدم یکی دیگه بشه و زندگی خودشو فراموش کنه. سعی کنین به یاد بیارین. دوباره تکرار کن الیزه. این هم یک شاخه گل به عنوان یاد بود. فراموشم مکن. فراموش کردن چیز خوبیه. نمیدونم، این شاید مثل اینه که آدم شناکنان دور بشه و دیگه هرگز بر نگرد. از ته دل الیزه، از ته دل. از ته دل. خیلی خوب، موضوع این قسمت چیه پری؟ خب اوفلیا دیگه نمیتونه به خاطر این آقای حملت بدبختی ها رو تحمل کنه، چون که باش خیلی بدرفتاری کرده. پدرش مرده، اون پدرش رو خیلی دوست داشت و محبوبش بهش خیانت میکنه، اون وقت اون دیوونه میشه، درسته؟ بدترین و بهترین نمونه انسان اوفلیا دچار جنون میشه. چشماتونو ببندین، ببندین، ببندین و حالا حس کنین وحشتی رو که به قلبش چنگ انداخته وقتی محبوبشونو ترک میکنه و پدر او رو میکشه و پریشانی او رو وقتی به جنون میرسه. عقل به کجا میره وقتی گم میشه؟ آیا پنهان میشه؟ یا فقط دنبال پناهگاهی میگرده که بتونه آرامش پیدا کنه؟ گل رازیانه برای تو و گلهای سرخ. تو غرق در ندامتی و من نیست. شاید این جشن گل جمعه هاست، شاید ندامت تو از نوع دیگری است. شاید ندامت تو از نوع دیگری است. این گل مروارید بنفشه نیز تقدیمت میکردم، اما وقتی پدرم مرد بنفشه ها پش مردند. میگویند پایان خوشی داشت، اما دیگر باز نخواهد گشت. نه نه، اون مرده است، به گور خود بازگرد. او دیگر باز نمی‌گردد. او دیگر باز نمی‌گردد. او دیگر. امیلی در نیومون بر اساس آثاری از ال ام مونتگومری، استیفن مک هتی، لیندا ثورسن، جان نویل، مارتا مکایزاک و شیلا مکارتی. همسرم ولما همیشه نیومونو دوست داشته. نه اینکه قبلا به اینجا دعوت شده باشم. الیزابت موری کسانی رو که پا به این سالن میذاشتن انتخاب میکرد، اما هر کسی یه دوره ای داره. الیزابت مرده اما من نشستم اینجا. ولما سالن خیلی قشنگه ولی اونقدران بزرگ نیست. کاغذ دیواریاشم باید عوض کنم، رنگش آدمو شکل مریضا میکنه. آقای استوار، تصور میکنم برای معامله اینجا آمدید، پس حرف بزنید. داشتم بهش میرسیدم. همه میدونن چرا شما و دخترتون اومدین به این جزیره، اومدین اینجا رو بفروشین. کسی منو مجبور نکرده. با این حال این برنامه ماست، یعنی فروش نیومون. آره، چه برنامه، عجب برنامه. خیال نکن خیلی زرنگی الیزه خانم، اگه رودا بود اون میشد اوفلیا، نه تو. اما اون کارای مهمتری داشت که بکنه. ببند دهنتو وگرنه کلتو میکنم. میدونی
میدونی چرا رودا نیومد مدرسه؟ حدس بزن، زود باش، حدس بزن. برو گورتو گم کن. چون استوارتا رفتن خونه شما، الانم دارن نیومونو از اون مرگه خودخواه میخرن. خب جیمز، من احساس تو رو درک میکنم. میدونید کاملا واضحه که شما این خونه رو گذاشتین برای فروش. چی؟ من نمیدونم، من خوابیده بودم که صداشون رو شنیدم. موضوع اینه که من و ولما فکر کردیم شما ممکنه آمادگی معامله با ما رو داشته باشین. ما از وقتی ازدواج کردیم بالای مغازه زندگی میکنیم. من به فیلیپ گفتم رودا به سنی رسیده که نیاز به یه جای بزرگتر داره. اینطور نیست عزیزم؟ بله مامان، درسته. مادر گفت من میتونم جشن تولد بعدیمو اینجا بگیرم تو سالن نیومون. هم اگه از روی جسد من رد شی، حق نداره نیومونو بفروشیم به اینا. ساکت بیا اینجا پشت سر من، دیگه هم یک کلمه حرف نمیزنی. چه سر و وضعی درست کردی؟ اون شنل و تاج مسخره رو بردار. من داشتم برمیگشتم بالا. این به تو هم مربوط میشه لارا موری. اینجا باش ببین اینا چی میگن. خب آقای موری، من شنیدم که نیومون در رهن شماست، درست شنیدم؟ مایل هستید اونو به ما منتقل کنید؟ نه، تمایلی نداریم. ما فقط اینجا رو نقد میفروشیم. نقد با یکم سود برای زحماتمون. ما نقد میدیم، از این بابت نگران نباشید. اما ما چشم بسته چیزی نمیخریم. باید یه نگاهی به طبقه بالا بندازیم، بعد راجع به پول صحبت میکنیم. جیمز موری، لطف میکنی آقای استوارتو ببری دامار نشونشون بدی؟ این برنامه توه، چرا خودت نشونشون نمیدی؟ جیمی نسبت به گاواش حساسه آقای استوارت. من خودم نشونتون میدم، گاوای شیری خوبیه، بهترین در این جزیره. نه اینکه بخوام ردشون کنم، تازگی های خروس گردن کلفتم آوردین. تا حالا اندازه تخم مرغ های نیومون رو دیدین؟ خیلی خوب، حالا بهتر نشد. فقط ما خانوما، من میرم بالا رو ببینم ایزابل. اشکالی نداره بهت بگم ایزابل داره؟ تو هم منو صدا کن ولما. خب بالاخره ممکنه من تو تخت تو بخوابم. صدام کنین خانم موری. چقدر حساسن بعضیا. اگه ما این خونه رو بخریم، این عکسای زشت رو از رو دیوارا بر میداریم. اینا عکس موریاست، ما هیچ وقت عکس اجدادمون رو نمیفروشیم. این دیگه تصمیمش با منه امیلی. من حاضرم جونم رو بدم اما نمیرم این عکس رو دیواره کسیه که همخونه موریا نیست. باید برای خودمون اجداد خوش قیافه پیدا کنیم که جای سوراخ میخارا بپوشونه. خب اینجا اتاق لوراست. خواهش میکنم نرین اون تو. من الان دراز کشیده بودم، زیاد جمع و جور نیست. خدای من، حداقل میتونست تختتو مرتب کنی. اون اتاق منه. آه خیلی کوچیکه، بدیمش به خدمتکار. البته ما خیال داریم خدمتکارم بیاریم. فیلیپ میگه وقتی ما اینجا رو بخریم دیگه لازم نیست من دست به سیاه و سفید بذارم. اینم اتاق پدرمه. آه این عالیه، این اتاق بیشتر با سلیقه من جوره. من اینجا میخوابم، فیلیپ میره تو حال، اشرف اینطوری زندگی میکنن، ملکه ویکتوریا در این اتاق باشکو و آلبرت پایین توی حال. نه اینکه بدم بیاد، تو شبای سرد زمستون میرم پایین کنار شامینه میخوابم. امیلی چرا رودا رو نمیبری اتاقتو نشون بدی؟ برو برو دیگه، تو هم برو. خانم استوارت. اوه،
اینجا میخوابی؟ تو این زیر شیروانی کثیف و قدیمی؟ اینجا زیر شیروانی نیست، یه اتاق کامله. از اتاقی که تو توش میخوابی خیلی بهتره. کی گفته خانم از خود راضی؟ اوی چه وحشتناکه این سوزندوزی ها. کیه این جولیتا؟ سوزندوزش خیلی هم عالیه. مادرم دوخته. خب باید میرفته کلاس خیاطی. آه ببین چی اینجاست. پدر عزیزم بدش به من بر کنار دروازه بدش بهشت آوازهایی که دیشب با هم خوندیم هنوز در رویاهای من میترن نمیست چه دو جور اتفاقی به بسیار رو بزنیم بسیار رو بزنیم تو نیاقت نداریم بسیار رو بزنیم حالا قدر بسیار رو بزنیم سب کردم تو یه مشتری اومد واسه این خونه لعنتی. اون وقت خانم کوچولو چیکار کرد؟ با دختر خریدار دعوا را انداخت. بی خود نخند جیمز موری. و اما تو سرکار خانم با اون آبروریزی که تو این خونه را انداختی. من متاسفم میزنم. شلخته نامرتب رو لباست پر از لکه قضاست. تختت نامرتبه. اتاقت این مرغدونی میمونه. خجالت بکش. آخه تو چت شده زن؟ دیگه نگو نفسم در نمیاد. نفسش حالا خانم دیگه نفسش هم در نمیاد. راحتش بذار. چیه مثل بقیتون ضعف اونو قبول کنم؟ نه خودتو حساب جمع و جور کن و به زندگیت برس. اگه یکم لدانون داشتم. او به من نگو لطفاً. من دیگه یه پنیم بابت اون داروی لعنتی نمیدم. فکر کردین پول علف خرسه؟ اون احتیاج به دارو داره. مردم وقتی حالشون خوب نیست دارو میخورن. اون حالش خوب نیست پس داروشو میخواد. من از مسخره بازی های اون خسته شدم و از کارای تو جیمز موری. حوصله این کثافت کاریارم رو میز آشپزخونه ندارم. کمکم کن جیمز. خودت باید به خودت کمک کنی. گریه زاری رو بذار کنار رو مثل یه زنم. دفعه بعد که خواستی با کسی دعوا کنی یادم بنداز مشتری یادت بدم. یکی میزدی تو چونش اون وقت نقش سمید میشد. چرا میخواین نیومونو بفروشین به اون بد جنسا؟ اونا اصلا لیاقت این خونه رو ندارن. تن اجدادمون توی گور میلرزه. ولمای سوارت بیا تو سالن سرک بکشه تو اتاقا. تو بد جوری عاشق این خونه ای دختر. کاش که شما بودی. عشق؟ تو چی میدونی از عشق؟ یا از بهای اون؟ من بهای عشق و زیاد تو زندگیم پرداختم. عشق به زمین، به همسرم، به بچه ها، همه رو صادقانه دوست داشتم در بیشتر موارد. حالا وقتی قصه به آخر رسیده شیطان مونده، تنها فرزند منتظره که دارایی های منو به ارث ببره. اگه نفروشم وقتی بمیرم چه میراثی برای بچه من میمونه؟ اما مالکو من نمیخوام شما بمیری. من قصد ندارم در آینده نزدیک بمیرم دختر. اما مرگ سراغ هممون میاد و مالکو موری هم هیچ فرقی نداره. اینجا رو بفروشیم شما که بی سر پناه نمیشین. شما میاین اسکاتلند با شیطان و من. اسکاتلند؟ اما مالکو این محبت و بیسترین و سخاوتمندانه ترین پیشنهادیه که تا حالا تو زندگیم شنیدم. اما من نمیتونم این جزیره رو ترک کنم و البته تحمل زندگی با ایزابلم ندارم. خب پس تنهایی چی کار میکنی؟ بگو ببینم. میرم تو خونه ناامیدی با جیمی و خاله لورا تا ازدواج کنه. اما من میخوام نویسنده بشم و پول درارم. اون وقت نیومونو از اون استوارتای بد جنس و نوکیسه میخرم.
فکر میکنی اون استوارتای نوکیسه بعد از اون دعوایی که با اون دختر راه انداختن هنوز به این ملک علاقه دارن؟ امیدوارم که نه. اون وقتی مشتی فایده ای داشته. ایزابل انتظار داره تو بری عذر خواهی کنی، میدونستی؟ عذر بخوام؟ اما مال خوب ایزابل میتونه تا ابد به من شکنجه های قرون وسطایی بده، اما من هیچ وقت از اون دختره پر افاده ای از خود راضی عذر خواهی نمی کنم. را بیا دیگه. دیگه لزومی نداره. پس چه جنب وگرنه گردن تو میشکنم. و تو موهاتو مرتب کن، دست از آهنانم بردار. اگه اونا منصرف بشن ما دیگه مشتری به این خوبی گیرمون نمیاد. زود هر دوتون زود باشین. این بچه داره مشتری به این خوبی رو فراری میده. آقای استوارت، امیلی خدمت رسیده به میل خودش که به دختر شما بگه پشیمونه. اینجوری همه چی رو براه میشه. مادر، مادر، اون اومده دوباره منو بزنه، اون از من دورش کنی. بیا عزیزم، چیزی نیست. رودا، رودا ساکت شو. امیلی اومده بگه متاسفم، همین. من نمیرم، میترسم مامان. بیا بیا شجاع باش دخترم، آفرین دختر خوب. بیا اجازه بده اون حرفیو که میخواد بهت بزنه. بگو امیلی، فقط میخوام بدونی ترجیح میدم یه موش مرده بخورم تا اینکه این کارو بکنم. مادر متاسفم، همون دفعه اول نکشتم اما متاسفم زدمه. اون اصلاً متاسف نیست مامان. اگه امیلی از گوشت و خون شما نبود همچین از اینجا پرتش میکردم بیرون که دیگه پیداش نشه. آروم باش ولما، وگرنه سکته میکنی. ساکت باش میزی. آو چقدر بده، آدم همه چیو میتونه انتخاب کنه به غیر از قوم و خویششو. همینطوره خانم استوارت، شما تصمیم جدیدی درباره خرید نیومون نگرفتین؟ دربارش فکر کردم. البته نیاز به تعمیرات داره. کشیدن برق و این چیزا خودش کلی پول میخواد. بله. خب راستش فکر می‌کنم متوجه هستین که خونه شربت اعصابمو نگرفته. بله. خب نمی‌دونم. اما از واقعا که این روزا خوب فروش میره. لادانم. راستش سقفش که مشکلی نداره. بله. دو تا می‌خوام. متشکرم. ولی خیلی بعیده که من به پشت بام یا زیر زمین سر بزنم. سیستم ساختمون حرف نداره. سالونه چطوره؟ هیچ نشته کرده؟ تا اونجایی که من دیدم نه. نشته کرده؟ نخی؟ من یه کمی پول دارم، میتونم هفته دیگه بهتون پول یا خانم سالن بدی. متاسفم که اگه دست من بود بهتون میدادم، اما ولما میگه نمیتونم به شما نسیه دادم. هیچ وقت فکر نکردم یه کمی خواهش میکنم، من به این نیاز دارم. الورا داریم میریم. خواهش میکنم، هر کاری بگین میکنم. خدای من، هنوز داره اون بالا آبغوره میگیره. خواهش میکنم ایزابل، نمیشه من برم بالا پیشش؟ اون نباید تنها باشه. اتفاقا باید تنها باشه، تنها که به گناهانش فکر کنه. حالا چایتو بخور و برو بخواب، از وقت خوابت گذشته. آخه مگه اون بیچاره چه گناهی مرتکب شده؟ جز این که داره از غصه آب میشه. یه غذای گرم بهش بده، ازش دلجویی کن، اون وقت فوراً حالش جا میره. باید رفتار امروز اونو دوباره برات تعریف کنم؟ اونم کجا؟ جلوی چشم کسانی که میخواستن این خونه رو بخرن و ما رو راحت کنن. اون فقط عصبیه. عصبیه؟ ارادش ضعیفه جیمی، باید بتونیم به اعصابمون مسلط باشیم. تو این دنیا همه جای قلبشون یه تیکه آهن ندارن زن. امیلی برو بالا بیارش پایین. تو حق نداری بیاریش پایین، براش بهتره تو اتاق خودش باشه. با مادرم هم همین کارو کردیم وقتی روحیه‌شو از دست داده بود. من که قبول نداشتم یکی رو تو تاریکی ماها تنها بذاری و چیزی بهش ندی جز فرینی.
وضعش از بدم بدتر شد و زن بیچاره تو من. کی برای اون زن بیچاره ارزش قائل بودی؟ لبونت گاز بگیر شیطان. تو مرتب به فکر کارهای خودت بود. کافیه تو با اون کینه و نفرتت زندگی ما رو به جهنم کرد. آه من؟ میخوایی بگی من بودم تو زندگی بله تو با اون زبون نیش دارت. اون فقط یکم عصبیه، همینو بخش. من میرم دنبال دکتر برنلی، اون یه کاری میکنه. این دکتر برنلی تو حالا چی کار تونسته بکنی؟ چطور این حرفو میزنین؟ وقتی خاله الیزابت مردو خیلی به لورا کمک کرد. شما چیزی از بیماری های عصبی نمیدونین. ولی من مطمئنم اگه دکتر برنلی بیاد اینجا میتونه کمکش کنه. آخه اون تو حالا چه کار مثبتی انجام داده؟ ده بگو دیگه. یک کارشو بگو. اونم مثل شما فقط لوسش کرده. اما دیگه تمومه. از حالا به بعد هر کاری که من میگم باید انجام بشه. اینو به تو هم دارم میگم جیمی، فهمیدی؟ خواهش میکنم ایزابل، خواهش میکنم با جیمی لج نکن. اینجوری اونم اعصابش میریزه به هم. اجازه نمیدن آدم برای زندانی گل ببره. امیلی استار، لورا موری که تو زندان نیست، اما به زودی میره. مامانم میگه خیال داره تمام خانوادتون رو بندازه زندان، نه فقط اون خاله دیوونتو. میدونی تو زندان چی میخورن؟ موش بکر. لورا موری که ناراحت نمیشه، اون عادت داره. چی شده امیلی؟ موش زبونتو خورده یا مثل اون جیمی خنگ زبونت بند اومده؟ میدونی یه روز چه بلای سرت میارم؟ چشمای ایکپیلیتو در میارم و میذارم تو اون سوراخ دباغ گشاده. خب امتحان کن، اون وقت تو هم مثل موریای دیوونه میافتی تو زندون. الیز نه، ول کن الیز، همین جوریش هم درد سر داریم، ولشون کن، اونو ارزششو نداره. هر دوشون دیوونه، نگاهشون کن. خاله لورا، براتون گل آوردم. نه چی شده؟ چی؟ دخترم و ایزابل، خاله لورا تو اتاقش نیست، تختش هم مرتبه. چی شده؟ اون کجاست؟ برو آب بذار جوش بیاد، گلوم خوش شده. نه چی شده؟ خاله لورا تو زندانه؟ من اجازه نمیدم اینجور سوال پیچم کنی. برو دیگه آب جوش میخوام، بعدم یک گپ کوچولو با هم میزنیم. من نمیخوام یک گپ کوچولو بزنیم، من خاله لورا رو میخوام. اون کجاست؟ شما باید به من بگی. من اینجا بزرگترم، تو هم یه بچه‌ای و باید در کار نیست که من همه چی رو بهت بگم. خاله لورا، خاله لورا. امیلی، اوضاع اصلا خوب نیست. شده. بهتره بریم توی یکم با هم صحبت کنیم. نه من نمیخوام برم تو. چرا هیچ کس به من نمیگه چی شده؟ اما مالکم کجاست؟ اونا با هم حرفشون شد، اونم گذاشت رفت تو جنگل. سر چی حرفشون شد؟ خب جیمی، جیمی کجاست؟ جیمی رفته کارمادی، مشکلم همینه دیگه، اینجا نبود که جلوشونو بگیره. منم کاری از دستم برنمیاد. پری میلر، ازت میخوام بهم بگی چی شده. ببین امینی، امروز که تو رفته بودی مدرسه، اونا اومدن و خاله لورا تو بردن. کجا؟ خدایا چجوری بگم؟ خاله لورا رو بردن زندون؟ نه بدتر، بردنش اونجایی که
دیمونه ها رو نگه میدارن. اما مالکو ما باید یه کاری بکنیم. اما مالکو همش داریم دار خودمون میچرخیم و میچرخیم. پس اما مالکو یا من میچرخیم. اما مالکو دخترم و ایزابل کار وحشتناکی درباره خاله لورا کرده. اما مالکو لطفا گوش کنی، باید به حرف من گوش کنی. پس همین امروز بهتره بزنیم به دریا، اسبابا رو برداریم، یه ماه نو تو آسمون. جیمی بایسا بایسا جیمی، همین الان باید دور بزنی. خاله لورا رو بردن آسایشگاه روانی. لورا خودت مسلط باش. حاضرید یا ملاقات کننده؟ نه، ما چیزی نداریم بفروشیم. ما اومدیم دخترمم رو ببینیم، لورا موری. ملاقات روز اول سه شنبه ی هر ماهه، مگه اینکه یه نامه از یه دکتر داشته باشید. نه، ما نامه نداریم. خب پس ملاقات بی ملاقات. نه شما متوجه نیستین، شما حالیتون رو، ما اومدیم دخترمم رو ببینیم. لورا موری برگردین همه تون. دکتر میچل درد سر. چیه این سر صدا؟ چیه این دو نفر؟ بهشون گفتم ملاقات سه شنبه اول هر ماهه، اما بدون توجه به تذکرات من به زور اومدن تو و کاری کردن که اصلا درست نیست. نه، ما نمیتونیم تا سه شنبه صبر کنیم. ما اومدیم دنبال دخترمم لورا موری. از بلیر با ترا بردنش اینجا اشتباهی وحشتناکی شده. لورا موری؟ آه بله اسمش برام آشناس. چرا تشریف نمیارین تو دفتر من؟ میدونم واقعا ناراحت کننده است، اما همه چی حل میشه. باشه، بفرمایید. آقای فالتون، آقای هلنزلی، اینا رو ببر پایین، در روشون ببند. با این مدارک همه چیز رو به راه میشه. ببینید آقای موری، این اسناد مجوز نگهداری دخترمه شماست، البته کاملا قانونیه. خاله من نمیتونه به میل خودش از اینجا بره؟ دکترها عادت ندارن راجع به بیماراشون با دختر بچه های زبون دراز صحبت کنن. امیلی اینطوری نیست، اون یه نویسنده است. نویسنده؟ پس درک میکنی که اون نوشته ها کاملا قانونی هستن، نویسنده ی جوان.
لورا موری نمیتونه اینجا رو بدون رضایتنامه ترک کنه. این قانونه. رضایتنامه از کی؟ من. به من حکم سرپرستی داده شده توسط بذار ببینم، ایزابل موری. اما اون این حقو نداره، منم فامیل اونم، درست مثل اون. خب شرایط استثنایی هم وجود داره. منظور دکتر اینه که بالاخره در هر شرایطی یه راه هایی برای حل مسئله وجود داره. راه هایی؟ من حوصله این حرفا رو ندارم. لورا کجاست؟ ببینید آقای موری، اگه صداتون رو بلند کنین اون وقت نمیدونم چجوری میتونیم با هم معامله کنیم. ولی من نیومدم اینجا معامله کنم، اومدم دیدن دختر عمم لورا. آقای عزیز، نگهداری از لورا موری سپرده شده به من. خب اینطور خدمات خرج داره و هزینه های اون خیلی بالاست. خب چرا زودتر نگفتین؟ بفرمایید، این کافیه. ویزیت من $50 آقای موری. برای مشاوره با دکتر به اضافه $10 دیگه برای پرستاری و خوراک، چیزایی از این قبیل. اون فقط یه روز اینجا بوده، مگه چقدر بهش قضا دادین؟ این تمام پولیه که من دارم. خب به نظر میرسه این بحثا فایده ای نداره. چی؟ روز بخیر. نه شما نمیتونید لورا رو اینجا نگه دارید. نه شما نمیتونید سرپرستون باشید. من میتونم. من پسرداشتم. آقای بازی دکتر سرشون خیلی شلوغه. من سرپرستشم. خانه من خیلی. من بگم این مرد بردم. آقای بازی دکتر سرشون خیلی شلوغه. لورا. شما نباید برید اون پایین. لورا. کردم که فکر میکردم درسته. من فکر کردم پول دوا و درمونشو با فروش خونه جور میکنیم. جلوی چشمای من داشت پرپر میزد. یعنی من باید وایستم ببینم یه نفر جلوی چشمم از بین میره؟ نه، من نمیتونم. من همه چیزو در اختیار خودم گرفتم، کس دیگه جرأت این کارو نداشت. این به نفع خودش بود، این یه جون حس همدردی بود. حس همدردی؟ پدر، چرا گوش نمی کنی؟ چرا گوش نمی کنی؟ گوش کن به من. تو وقتی مادر مریض بود نفرستادش آسایشگاه، حالا پشیمون نیستی؟ همسر خودتو ممکن بود درمونش کنم، تو گوش نکردی. تمام فکر و ذکرت این بود که بری دنبال کارهای خودت. برو گم شو. خودت برو گم شو. تنها مزار ما پول لازم داریم همین الان. خب تو بگو من از کجا بیارم. تا کی میتونین این خونه رو بفروشین؟ اگه بفروشین ازتون قرض میگیرم، پول آسایشگاهو میدم و قول میدم با بهرش از پول اولین کتابایی که بفروشم بهتون برگردونم. فروش چیزایی که دوست داری؟ خونه؟ اون داستانای شاه پریو فقط برای نجات لوری موری؟ زیر بغل اون بگیر دختر، زیاد کار داریم. باید بریم پیش دکتر برنلی. من درست شرا آماده میکنم، منم با هاتون میام.
ما اومدیم دنبال لورا موری. سعی کردن جلوشونو بگیرم دکتر، اما به زور اومدن تو. متوجه هستین که میتونم بدم همتون رو دستگیر کنم. شما این کارو نمیکنین آقا. شما کی باشین که با من اینطوری صحبت میکنین؟ پزشک لورا موری، آلن برنلی از بلر واتر. آه، پس میدونید که نباید وارد یک کلینیک خصوصی بشین. شما اینجا هیچ اختیاراتی ندارین. ایشون مدرک دارن، مدارک رو نشونشون بدین دکتر، با مهر و امضای ایزابل موری. مدارک شما هیچ اشکالی نداره، اما من در دادگاه شهادت میدم که خانم موری دیوانه نیستن، فقط از عوارض لادانوم درد میکشن. ادعایی که من ردش میکنم و موافق میشم. نه برعکس، این شمایید که باید در برابر دیوان عالی به خاطر اداره این زندان از خودتون دفاع کنین، اونم با استفاده از روشایی که بیش از نیم قرن غیر قانونی اعلام شده. برید مطالعه کنید دکتر. استریکا به روش من جواب دادن، خصوص زنایی مثل لورا موری. لورا موری درمانشون میکنم، این تخصص منه. اونا حرف منو گوش میدن، تبدیل میشن به یه به همسران مطیع. همسران مطیع و مادران فداکار. مادران فداکار بدون اراده، بدون تمایل، از خود بی خود. شما به این میگین درمان؟ خب این جلسه خاتمه پیدا میکنه، از اینجا برید بیرون. نگهبان. خیلی خوب، نیازی نیست اونا رو صدا کنید، ما اومده بودیم حرف بزنیم. حالا هم تو از طرف خودت حرف بزن دکتر. روز بخیر دکتر میچل. خب بیاد بریم. تو چه مرگت شده؟ تو که از اون گنده تری میتونستی بزنی دخلشو بیاری. روز بخیر. کلیدا جمی در رو نگهدار. هر احمقی میفهمید که اونا. دکتر شما کلیدا رو. کلیدا قفل کن دیگه. زود باش. کلیدا کلیدا باز کنید مسخره ها. این دلغک میخواد ما رو اینجا زندانی کنه. نگهبان. زود باش، زود باش دیگه، زود باش دختر. این خدای بزرگ. لورا، 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 لورا. لورا، جیمی بیا اون اینجا. باز کنید، باز کنید، باز کنید. وایسا کنار، وگرنه دستایی نجیب زادگی اسکاتلندی دل سنگ تو از تو سینه در میاره و میندازه جلوی سنگ. باز کن اون در رو. بیراه به خود خواه. چیزی نیست، نه ترس دیگه، داریم میرسیم خونه، داریم میرسیم، آروم باش. نمیخوام دیگه بقیهشو بخونم. آفلیا میمیره، بعدم بقیه میمیرن، آخرش اصلا خوب نیست. یه چیز دیگه میخونم. بعد از صرف یه غذای خوب هیچ لذتی بالاتر از این نیست که آدم میخچه یه پاشو تو آب گرم بمالونه. مرثیه ای نوشته شده در صحن کلیسا، صدای ناقوس خبر از روزی دیگر میدهد. با گله آرام آرام به سوی مرغزار میرود. نمیتونی یه چیزی بخونی که آدمو افسرده نکنه؟ من خودم از رابی برنز خوشم میاد. شعری برای یک بوش. ای موجود کوچک ترسو و بزدل، آو چه وحشتی تو را نهفته در دل. درست مثل منه. چرا این چنین از من فراری و گریزانی؟ چرا لرزانی؟ مرا یارایان نیست که تو را بیازارم، نترس که از من در امانی. نون توست با تخم مرغ و کری، بهت بنیه میده. مهمون داری؟ سب کن بعدم بخور.
یه وقتی اینطوری مزاحم شدیم، اما راستش داشتیم از این اطراف رد می شدیم. اون اینجاست؟ من فکر کردم نه دختر، اما حالش خوب نبود خانم استوارت، اما حالا خیلی بهتر شده. اگه به خاطر شکستن شیشه مغازتون اومدین، جیمز موری ترتیبی داده بیاد عوضش کنه. آره، من و پری میاییم عوضش میکنیم. خب این خیلی عالیه جیمی، اما ما به خاطر این نیومدیم. ما یعنی ولما و من درباره نیومون تصمیم گرفتیم. بذارین من یه نگاهی بندازم. این پیشنهاد منصفانه یه، خیلی منصفانه، با اینکه خونه احتیاج به تعمیر داره. راستش تعمیراتم برای ما خیلی خرج برمیداره و یعنی به همین خاطر پیشنهاد ما کمتر از شرایط معمولی. این چه حرفیه فیلیپ؟ به چه دلیل کمتره؟ من فکر نمی کنم مشتری ها با پول نقد اینجا صف کشیده باشن. اگه من جای شما بودم، حالا که این موقعیت پیش اومده، پیشنهاد رو قبول می کنم. متاسفانه فکر نمی کنم بتونم اینو بپذیرم خانم استوارت. چی؟ شما آه در بساط ندارید، نمیتونید به ما جواب منفی بدید. اتفاقا میتونم. شما لیاقت خونه ماریا رو ندارین خانم استوارت، نه شما و نه اون شوهر بزدلتون و نه اون بچه بی تربیتتون، نه تا موقعی که من تو این دنیا نفس میکشم. وای واقعا که فلیپ رودا، این جیوونه ها رو به حال خودشون بذارین، امیدوارم بریم به جهنم. من راه و نشونتون میدم. آفرین به عمو جونم. آره آفرین به عمو جونم. آفرین به عمو مالکم. عمو مالکم یه نجیب زاده، یه قهرمانه. هیچ کس مثل اون نیست. بله خوشحالی کنین، اما یادتون باشه نیومون هنوز مشتری داره. خداوند میخواد احمقای دنیا در برابر عاقلا قرار بگیرن و میخواد چیزهای ضعیف با چیزهای قدرتمند روبرو بشن. خالی لورا که ضعیفه از امتحان آتش سربلند بیرون اومد و دخترم و ایزابل که قدرتمنده کسی رو نداره که باهاش مهربون باشه. ای کاش میتونستم نظام طبیعت رو درک کنم، اینکه چطور دیوانگی، عشق و بخشش در هم میامیزند و هیچ یک بدون اون یکی نمیتونه وجود داشته باشه.